سلام وقتتون به خیر باشه این ویدیو مربوط به کامنت های شما هست در روی دیروز هم یه خوردم خواهم باتون با صحبت بکنم دیروز چه بر ما گذشت قبلش یه تصویر داریم میبینیم تصویر یکی از سربازهایی هست که در وقایع اخیر فرودگاه کابل جان خودش رو از دست داده ایشان هموطن ما هستن کریم نیکویی کریم نیکویی جوانه 20 ساله ای که در حوادث اخیر به عنوان یک سرباز آمریکایی در کابل بوده و جان خودش را از دست داده کاربرهای شبکه های اجتماعی با ادبیات های مختلف به این قضیه پرداختن من قبلش میخوام یه نکته رو یادآوری بکنم بعد برخی از واکنش های کاربرهای شبکه های اجتماعی رو ازش وام بگیرم یه نکته رو خدمت شما ارائه بدم نکته اولی که میخوام بگم اینه یک دوستی تعریف میکرد در ماجرای حضور مستندسازهای ایرانی در عراق اون موقعی که آمریکا تازه حمله کرد به 20 سال پیش میگفتش که یک تیمی بلند شدن رفتن اونجا برای اینکه مستندسازی سازی بکنن از اون چیزی که در عراق داره اتفاق میفته یکی از اعضای اون تیم سهیل آقای کریمی بود که الان داریم فعالیتاشو در حوزه رسانه‌ای در کشور خودمون میبینیم در سوریه بوده در عراق بوده در جاهای مختلف در بحران حضور داشته و مستند کرده خود ایشون تعریف میکرد میگفتش که من اینو یه جایی توی جلسه از خودش شنیدم حالا برمیگردیم به صحبت این دوستم که ازش گریز زدم به صحبت سویل کردیم سویل کردیم این توی یه جلسه میگفتش که اونجا توی عراق یه فرد عراقی اومد پیش ما زمانی که خب کشور درگیر بحران شده بود صدام هم رفته بود و گفتش که فلانی من یه چند تا فیلم میخوام به شما ارائه بدم خودم رفتم اینا رو از صدا و سیما حالا من میگم صدا و سیما نمیدونم اون سازمان ارائه دهنده محتوا در عراق اسمش چیه الان حوزه ذهن ندارم گفتش که به من گفتش که اینو از صدا و سیمای عراق آوردم زمانی که اینا حمله کردن خب همه رفتن همه جا رو غارت کردن من این فیلم ها رو آوردم مستنده چیزای خاصیه چیزای می میفروشم بهت به قیمت ارزون میفروشم بهت تو بعدا به ایران مستند بساز میگه خب بخشی از سند تصویری کشور عراق حساب میشه دیگه سند تصویری کشور عراق مفت آورده بود به ما بفروشه میگه که وسوس انگیز بود پیشنهادی که اشبام میداد وسوس انگیز بود ولی من به یه چیزی فکر کردم گفتم احتمالا این بخشی از یک به اصطلاح خودم پاپوش باشه اینا دارن منو وسوسه میکنن من این فیلم ها رو بخرم بعد بیان بگن که این اسناد عراق رو دزدیده آمریکایی ها به این بهونه دلیل داشته باشن برای بازداشت کردن من خب چون آمریکا اومده تو عراق حضور پیدا کرد حالا اینا به من ایرانی رفته بودن اونجا و اونها نسبت به ما گارد داشتن دیگه اون نسبت به ما همجوش گارد میگه من اون سندا رو نخریدم فیلم ها رو نخریدم و گفتم که نه اینو به در من نمیخوره ببر بده به یکی دیگه منم پولم خیلی ندارم به کارم نمیاد ببر یه جای دیگه بده میگه چون میدونسته من اگه اینا رو بخرم بازش به اصطلاح بازش میشم بهانه دارم برای بازشم میگه ما فیلما رو نخریم ولی بازش شدیم یعنی مشخص بود که یک صحنه سازی انجام شده برای اینکه ما رو بازاشون بکنن ها و با اون برخورد بکنن بعد میگه توی بازاش اون کسی که با من صحبت میکرد و ها ازش میخواستن چیزهایی رو من منتقل بکن. میگه او ایرانی بود او هموطن من بود هموطن من ها اردو بودن از کشور خودشون داشت بهشون کمک میکرد در فتحی که در عراق میخواستن انجام بدن حرف من چیه؟ ببینید یک جهانی رو در غرب ساختن باید هممون این رو بپذیریم این دارم میگم باید باید هممون این رو بپذیریم که بر گرده ملت های شرقی از طریق استعمار سوار شدن و این جهان جدید رو ساختن قبول دارید این رو؟ واقعیتش همینه دیگه یک استعماری در طول این سالها بوده هنوز صداوم داره کسی نمیتونه این رو انکارش بکنه وقتی رئیس جمهور فرانسه با وقاحت میاد در کشور لبنان قدم میزنه لبنانی که شما همینجوریش بخوای داخلش حرکت بکنی به عنوان یک رزمنده مواد احتمال ترورت هست بدون که نگران باشه ترور بشه بدون اینکه چون ترور کننده خودشون هستن خودشون حس هست میکنن نگرانی ندارن که حس چون کسی نیست اون کسی که حس میکنه از خودشونه توی عراق به همین شکل اخیرا بلند شده رفته این شخص کازمین و فیلماش دیروز منتشر شده بود رفته از حرم اهل بیت دیدن کرده و یه سوالی که همه باید فکر بکنیم آقای مگه همون نیست که اهانت کرده به پیامبر رفقای مذهبی ما باید بش فکر بکنن مگه همونی نیست که به پیغمبر اهانت کرده بود پس در حرم اهل بیت چه میکنه؟ یعنی مثلا نباید بگن آقا تویی که موافق اهانت به اهل بیت هستی و با هولوکاست با اهانت به هولوکاست با نقد هولوکاست تو مشکل داری ولی با اهانت به مقدس تو مشکلی خب تو جایی برای حضور در مقدس تو نباید داشته باشی درسته همچین واکنشی باید در عراق پیش می دیگه ولی ما بخ... ما خلافش رو می بینیم ما میبینیم که یک طلبه بلند شده رفته اونجا خیلی محترمانه داره بهش توضیح میده در داخل حرم پیام در داخل حرم اهل که آقا اینجا اینجوری بوده این بوقه مبارک برای فلانیه و اینو من به رفقای طلبه خودم میگم بعضی هاشون من میدونم که احتمالا برنامه ما رو میبینن اونایشون که مثل من رو شما فکر میکنن و مثل من و شما مسائل رو نگاه میکنن احتمالا برنامه ما رو میبینن رفقا یک فکری بکنید برای اسلام سکولار که در داخل حوزه های علمیه داره پا میگیره این اسلام اگر پا بگیره خروجیش همین میشه طرف اونجا در کشور خودش رکیک ترین رو به اسلام میزنه بعد میاد در عراق میره از زیارتگاه ها دیدن, دیدن بکنه بعد یک طلبه ای میاد محترمانه نمیگه آقا تو همونی هستی که اهانت میکردی به مقدسات ما اینا چیزهایی است که فکر میکنم جامعه مسیح ما باشه اگر این جامعه هدایت بشه اگر طلبه های سکولار پا بگیرن اگر مینیاتوری های حسن روحانی ها اینا پا بگیرن اگر این تفکر پا بگیره نه از اسلام چیزی میمونه نه از ایران باید یک فکر اساسی از درون حوزه برای این قضیه بشه برگردیم به بس خودمون این اتفاقی که داره میفته یک بخشی از حقیقت اینها جهان خودشون رو بر گرده ملت های شرق بنا کردن بر گرده ملت و خودشون استعمار نوین رو دارن با شیوه هوشمندانه پیش میبرن حرف من چیه من میگم شما وقتی به نبردهای های آمریکا در عراق نگاه بکنی به افغانستان نگاه بکنی و اتفاقات اخیر به یه چیزی میرسی هایی که دارن جانشون رو از دست میدن تو اسرائیل من همینو شاهد بودم دارم میبینم تو آمارهاشون داره میاد که دارن جانشون رو از دست میدن سربازهای شرقی هستن از کشورهای شرقی جذب شدن رفتن اونجا از خود ظرفیت شرقی ها داره استفاده میشه برای پیشبرد اهداف آمریکا در این کشورها یعنی چی یعنی سرباز آوردن یک بخش قلتاجیش از بین همین ملت ها هست شما میبینید اخیرا کسایی که از اون رفتن ایشان ایرانی بوده هموطن خون ایرانی در رگش جریان داشته اینها رو دارن میارن از طریق اینها بر گرده ملت های شرق سوار بشن اگر کسی هم از بین اینها جانش رو از دست بده آمریکا میاد اعلام میکنه این شهروند من بوده کشته شده من وظیفه خودم میدونم از شرقی ها بکشم زبون ساده صادتر زبون ساده اینه دیگه من وظیفه میدونم پاسخ متقابل بدم دقت یعنی کنید چقدر هوشمندانه اینجا رو درگیر کردن همه درگیر خودشون کردن این اتفاقی که میفته تو اسرائیل هم شما اگر نگاه بکنید در نبرد های اخیر اینا اعلام میکردن گفتن سربازهای عرب ما جان خودشون از دست دادن چیزی اون سرباز عرب نداریم که اسرائیلیه عرب اسرائیلی نداریم که اینا هویت فلسطینی رو ازش گرفتن مخشوش کردن بهش پذیرفتن که تو فلسطینی نیستی تو یک عرب اسرائیلی بهش هویت جدید دادن بعد هویت جدید کردن همزمان تفنگ هم بهش دادن این تفنگ رو گرفته هستش اومده جلو هموطن خودش ایستاده این اتفاق زیر پوست شرق داره اتفاق میفته دقت بکنید این حقیقتی که رخ داد و هموطن ما که کشته شد کریم نیکویی یک بخشی از این حقیقته اما کاربرهای شبکه اجتماعی چه گفتن یکی از کاربرها یک توییت زده بود تقریبا توییت های دیگه هم حول همین قضیه میچرخید و اون حرف این بود که ایشون زمانی که بدونیم 20 سالش بوده آمریکا وارد میشه به افغانستان زمانی که ایشون زمانی که بدونیم یاد میاد 20 سال پیش بوده آمریکا وارد میشه به افغانستان زمانی که 20 سالش میشه آمریکا از افغانستان خارج میشه افغانستان رو تحویل میده به طالبان و ایشون جان خودش رو آنجا از دست میده و ماجرا عجیب تر که دیدم بعضی از دوستان گفتم این بود که آقا این اسمش مخشویی نیست شما هموطن ما رو بردی مخشویی کردی داری ازش استفاده میکنی و من نمیدونم با چه انگیزه این شخص در ارتش آمریکا رفته ولی این بخشی از حقیقت جامعه آمریکا ستوا که میفته باید با تعامل بیشتر در صحبت کرد فکر می‌کنم اگر رسانه ملی ما یک مقدار زرنگ بود پیرامون همین قضیه ساعت ها میتونه محتوا داشته باشه بریم اتفاقات دیروز رو بررسی کنیم ما دیروز بحث نورپردازی اومدیم به شما گفتیم بهتر میشه ولی ویدیوها رو اگه ببینید بدتر شده بود خلاصه ماجرا ما, ما صبح اومدیم کار رو شروع کردیم بعد رفیق تدوینگر ما اومد با هم دیگه فضا رو یه مقدار درستش کردیم نورشو من ضبطو شروع کردم چون فضای محیط خیلی کوچیک اینجا که ضبط میکنم درم باید که نباشه بعد ضبط شروع بکنم که بیرون اون کسانی که همسایه ما هستن بالاخره اونها مرجع کننده دارن اینا تو این فضای تمرکز اونها گرفته نشه ضبط شروع کردم بعد رفتم بیرون دیدم که این رفیق ما تدوینگر ما نیست رفته بود یه گوشه استراحت کرد من متوجه شدم که حالش بده ایشون کرونا داشت ای روز کرونا داشت و من اینم داخل پنجره بگم من چند روز دارم در تو کرونا محتوا میسازم میگم آقا این قضیه جدیه بعضی از دوستان که میگن اصلا وجود نداره کرونا وجود نداره بعضی ها هم میگن که خب مثلا این چیه دارید جدی میگیرید یه قضیه رو که یا اصلا دارید به یه از زوایایی بهش میپرزید که شاید جای پرخته نداشته باشه حقیقت جامعه ماست باید جدیش گرفت و ان شاء اونایی که گرفتن اونایی که کرونا گرفتن استراحت بکنن زودتر خوب بشن که خیلی در این جامعه کار در این جامعه کار برای انجام دادن دارن خلاصه ایشون مبتلا شد به کرونا رفت برای بسته درمانش و خب ما دو تا ویدیو تهیه کرده بودیم همون ابتدای روز موفق شدیم که خیلی سریع دو تا ویدیو برای شما آماده بکنیم و دو تا ویدیو رو ایشون برد گفتش که من میرم کارامو اینا رو انجام میدم دکتر یه دارو اینا میگیرم بعدم میرم خونه خودم تدوین میکنم میفرستم براتون نگران نباشید و به جن که حالا در فلش بریزه حافظه تلفن امروز زیاد بود از سیستم ریخت داخل گوشیش این فیلم رو که ببرم اونجا کار تدوینش انجام بده و گوشیشو گم میکنه تو راه من ضبط دوباره اینجا شروع کردم با یه تلفن همراهی که چون با دوربین و وسایل حرفه‌ای وقتی بچا نباشن من خیلی نمیتونم کار بکنم. با دوربین شروع کردم این دوربین خب مدلش پایین‌تره به اصطلاح نسبت به دوربین کیفیتش پایین‌تره و دوباره مجبور شدیم از صفر بشیم ضبط بکنیم بعد برقمون رفت. ضبط کردیم یعنی توی سیستم ریختیم که تدوین رو برای شما شروع بکنیم برقمون رفت دو ساعت برق نداشتیم. بعد از این دو ساعت دوباره اومدیم استارت بزنیم یوتیوب از ما اطلاعات میخواد برای اینکه ما وارد اکانتمون بشیم بعد خیلی جالبه اطلاعاتی هم که میخواد و فقط میفرستد برای یه تلفن همراه اونم هم تلفن بود که گم شده بود دیروز یعنی دیروز ته و شانسی ما بود و هی اتفاق پشت اتفاق حالا من بخوام مرور بکنم واقعا منو عجیب بود که آقا مثلا چطور یه همچین روزی در روزی کاری انقدر من تا روز سنگین این نداشتم خب تا انتهای شب ما در دقت بکنید اولین ویدیو رو هفت بار بکنیم و تدوین ویدیو هم کیفیتش پایین بود چون خودم براتون انجام دادم منم تدوینگر نیستم ولی سعی کردم با عشق این کارو براتون انجام بدم یعنی حداقل کاری که میتونستم بکنم میدونم کیفیتش دیروز پایین بود و خب سوتی خیلی زیاد داشتیم سوتی به لحاظ کیفی خیلی زیاد داشتیم از اون وقت عذرخواهی میکنم و نمیدونم اگر چون ما دیروز به طور کامل تلاش کردیم که حرفه‌ای کار بکنیم ولی این زده پیش اومد یه یعنی لحظه خودم گفتم که خدایا اگر واقعا بنای تو این هست که ما زیر این پرچم در حالی که داریم برای این پرچم خدمت می کنیم هزینه بیشتری رو متقبل بشیم فشار بیشتری به اون وارد بشه ما با افتخار میپذیریم بخشی از حقیقتی که ما با افتخار میپذیریم و راضی هستیم به رضای شما مثل همه اون دلاورها و رزمنده که ما اصلا خاک پاشون هم نمیشیم و سختی ها کشیدن تا این پرچم بالا باشه این خلاصه دیروز ما بود برای رفقایی که میگفتن یکی از دوستانم پیام داده بود یک نکته ای رو دیده بود در نوع برنامه دیروز که همه اینها های که بر به چالش که دیروز باش رو بخشی از پیام های شما رو میخونم یکی از دوستان گفته که نوشته که من در آها گفته که شما رو به خدا بگویید اقتدار این آقا در چه چیزش است در تو امیر عبداللهیان گفته وقتی وزیر اون مرخ... وزیر کشوری نتواند به خوبی انگلیسی صحبت کنه دو. دوست عزیز در تو انگلیسی صحبت کردن دو. دو. مفصل من این برنامه توضیح دادم و ضمن اینکه شما باید بتونی وزیر امور اگر میخوای وزیر اخت... وزیر امور خارجه مقتدری باشی باید بتوانی به طرف مقابل زبان خود رو تحمیل بکنی بگی زبان کشور منه دیالوگ میخوایم بکنیم با دو تا زبان باید انجام بشه اون وزیر امور خارجه ای که به زبان انگلیسی کاملا مسلطه است و میره متنی برای شما مینویسه اون وزیر امور مسلط متنی برای شما مینویسه اون برجام بعد میاد میگه ای اینا داخل متن بوده من ندیدم او اگر مقتدر بود دو متنی مینویش برجام رو و ایشون حوزه تخصصیش جهان عرب هست ولی حالا که گفتین این انگلیسی بلد صحبت بکنه بریم از یکی از عربترین ترین عرب های منطقه نگاه بکنیم ببینیم که چجوری عربی صحبت میکنه ملک سلمان رو میخوام ویدیو شما ببینیم شاید دوستان عرب زبان با دقت کش بکنم ببینم به نظر چی داره میگه إيجاد حل عادل للقضية، حضور الكرام، إن المملكة تؤكد على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس القوات الخليجية، ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس من عام كما نؤكد على أهمية تكاتف الجهود الدولية نادي الدعم الشرعية اليمنية وحمل ميليشيات الحوثي شما یه متوجه این چی گفت ما متوجه شدیم تازه این عراق اینا عبری بیشتر بلدن تا عربی به خاطر همونی که خوب عربی صحبت نمیکنه در دنیایی که عرب زبانش این شکلی عربی رو صحبت میکنه و وای... و رئیس جمهور بایدنش وسط جلسه رسمی خوابش میبره ما یک کاراکتری یعنی داریم به امیر عبداللهیان مسلط به زبان عربی که بخشی از حوزه کاری خودش بوده در منطقه و زبان انگلیسیش هم انصافا خوب هست انصافا خوب هست بخشی شما قبلا مفصل همین داستان توضیح دادم به نظرم یکی از موثرترین چهره رو داریم که اتفاقا نمیشه زدش نمیشه ازش داده کرد و روندی هم که داره میره روند درستیه یه پیام میخوام میخوام از رفقای عراقی من گفته من در عراق هستم باور بکنید شیعیان عراق خوشحال شدند وقتی وزیر اون خارجه ایران در صف اول ایستاد و اضافه کردن، لایق بود آقای وزیر یه قدم جلوتر هم می ایستاد برای آنکه همه بقیه اون کسانی که آنجا هستن موضوع بودن این, این پیامی است که یک رفیق اراقی برای ما فرستادن یک دوستی میشه که کاپیتان رسانه های مدافع ایرانی دوست دنمای تلگر پناه بر خدا علی آقا ما این چیزایی که شما این قطعا نیستیم اصلا یه وقتی رفقا یه چیزایی در پیام ها می من واقعا خجالت میکشم دعا بکنید ما بتونیم برسیم به یه نقطه ای که بتونیم بگیم که آقا ما برای کشورمون در حوزه رسانی سرباز بودیم سرباز بودیم چون واقعا به نظرم جایگاه سرباز جایگاه بالاییه و یک نفری رو ما اگر بخوایم مثال بزنیم در طول این ساله که واقعا سربازی کرد برای ایران فقط قاسم سلیمانی بوده فقط قاسم سلیمانی هیچ کس دیگه نمیتونه همچین ادعایی داشته باشه کاش بتونیم یه مقدار در حوزه رسانه شبیه بشیم به سربازایی که ایران برای ایران زحمت میکشن دوست دیگری گفتن که رعایت پروتکل در مناسبات سیاسی خیلی پیام مثبت بوده من دوست دارم منفی براتون بخونم سعید آقا از دوستان ما نوشته که رعایت پروتکل در مناسبات سیاسی نشانه فرهنگ و فهم مسئولین است که نماینده مردمشان هستند چرا حقایق را وارونه نشون میدی آفرین حق با شماست و کاملا درست رعایت پروتکل در مناسبات سیاسی نشانه فرهنگ و آن کسی که نمیفهمه ایران جاش اول اون بی فرهنگه. اونا بی فرهنگی که نمیفهمن ایران جاش فرانسه باید پشت سر ما وایم عربستان همشون باید پشت سر ما وایم ساد چون ما اگر نبودیم اصلا عراقی وجود نداشت که اینا بخوان داخلش مراسم برگزار کنن دیروز مقام فرانسه بولن شده رفته موسل موسل پایتخت داعش بود موسل رو چه کسانی آزاد کردن تلخه اینکه یک نفری ای متاثر از برخی دوستان و متاثر از سعودی ها همچین چیزهایی رو می نویسن هر چند تعداد این رفقا کم هست من خیلی این فضا رو کردم عمدتا مثبت بود ولی هر چقدر که باز به نظرم احساس میکنم که این رفقا باید در نوع نگاه خودشون تجدید نظر داشته باشن دوست دیگری نوشته که علی مهدیزاده هستم از ایلام خدا نگهدار سلام خیلی مخلصیم سلام رو برسید به رفقای با عشق و با معرفتی که در ایلام داریم یکی دیگه از دوستان گفته که آیه تحلیلگر اولا کادبندی تصویر بعد سانیان تلفن رو هم که نمیتونستم بی صدا بکنم دیروز اصلا کلا فضا اون یه فضا من باید تون تون پیگیر بچا میبودم ببینم چی داره براشون اتفاق میفته و اصلا دکتر رفتن نرفتن دارو گرفتن نگرفتن بیمارستان چی شد اینا رو باید پیگیری میکردم بعد کادبندی هم خودم دارم انجام میدم فعلا کیفیت پایین چون من تدوینگر نیستم واقعا ولی چشم همینش هم تا وقتی که رفقا برسن تلاش میکنم که ایشالله این مشکلات رو هم برطرف بکنیم و اگر نکته بود بفرستید برای ما وقتتون خیلی